جهاد دانشگاهی این استعداد رو داره و این تجربه رو نشون داده و در مقام عمل نشون داده که میتونه کمک بسیار بزرگی برای ما باشه. و این شما هستید که باید دانشجوها رو جذب بکنید، محققین رو جذب کنید، استعدادها رو جذب بکنید، از اونا استفاده بکنید. حالا چه اون وقتی که مقاله می‌نویسه، چه اون وقتی که یه قطعه‌ای درست میکنه، چه اون وقتی که داره تو آزمایشگاه کار میکنه، در نهایت به اون محصولی که ما می‌خواهیم دست پیدا بکنیم. خب همه این چیزی که شما گزارش دادید نشون داد که ما در خودکفایی میتونیم به جهاد دانشگاهی تکیه کنیم، در فناوری‌های نو میتونیم به جهاد دانشگاهی کمک بکنیم، در درمان بیماری میتونیم به اینها تکیه بکنیم، در زمینه استخراج نفت میتونیم از اینها کمک بگیریم. مگر بدون ریسک ما میتونیم پیشرفت بکنیم؟ مگر بدون ریسک ما میتونیم نوآوری داشته باشیم، خلاقیت داشته باشیم؟ ریسک داره. به هر حال یک محققی است، کلاش کرده، کار کرده، یه چیز رو اختراع کرده، درست کرده، ما استفاده میکنیم، بله ممکنه اشکال پیش بیاد. خب دو مرتبه باید بریم، دو مرتبه اشکال رفع بکنیم، ولی بعد در نهایت به نتیجه خواهیم رسید. یعنی اینجور نیست که اگر 5 مرحله ما رفتیم و آزمایش کردیم و تکمیل کردیم به نتیجه، و اون خارجی هم همینجور رسیدن. چجوری رسیدن؟ اونا هم ریسک کردن، اونا هم خراب شده، اونا هم آباد شده، اونا هم یه جایی آتش گرفته، اونا هم یه جایی از بین رفته. اونا که از لحاظ خلقت که از ما برتر نیستن. اون چه که همه تجربیات میگه، هوش ما ایرانی ها کمتر از دیگران نیست اگر بیشتر نباشه.